به نام خداوند بخشنده مهربان. دعای 28 نیایشان حضرت هنگام پناه جستن به درگاه خدا. خدایا من با دل بریدن از همه کس قلب خود را و از یاد غیر تو پیراستم و با تمام وجودم به تو روی آوردم و از آن کس که خود نیازمند احسان توست روی حاجت برگرداندم و از آن کس که از فضل تو بی نیاز نیز خواهش خود را پس گرفتم و دانستم که نیاز خواهی انسان نیازمند از نیازمندی دیگر نشانه کم خردی و کج اندیشی است. ای معبود من، چه بسیار دیدم مردمی را که از غیر تو عزت طلبیدند و ذلت نصیبشان شده است و توانگری را نزد دیگران جستند و به تنگ دستی رسیدند و هوس سربلندی کردند و به سرفکندگی دچار آمدند. با دیدن این نمونه ها انسان دوراندیش از امید بستن به دیگران در امان میماند و عبرت گرفتن او را توفیق بندگی میدهد و برگزیدن حق او را برای ثواب میکشاند. ای سرور و آقای من، تنها تویی که درگاهت سرای حاجت خواهی من است، نه هر کسی که از او چیزی خواهند، و تنها تویی که حاجتم را برآورده می سازی، نه هر کسی که از او خواهشی طلبند. پیش از آن که دیگری را بخوانم تنها تو را می خوانم و بس، در حالی که تنها امیدم تویی و در دعای من کسی همشأن و همراه تو نیست و ندای من دیگری را با تو در بر نمی گیرد. ای معبود من، تو با وجود صفات گوناگون یگانه و یکتایی و تنها تو دارای آن نیروی نفوذ ناپذیر هستی. کمال توانایی و نیرومندی برای توست والا خداوند و بلند مرتبه ای. هر کسی جز تو در زندگیش مستحق ترحم است، در کار خود اختیار تام ندارد و خواه شده حال و شأن خود است، از حالی به حالی دگرگون می شود و صفتهای گوناگون می پذیرد. خدایا تو برتر از آنی که همتا و همتوامی داشته باشی و بزرگتر از آن که تو را مثل مانندی باشد. پاک و منزهی و جز تو معبودی نیست.